رحمان الرحیم ببینید اگر ما میخواهیم چهار سال آینده کشور رو اداره فقط نکنیم جهش بدهیم باید برنامه جدی برای اقتصاد کشور داشته باشیم دنبال بهانه نگردیم این چگونه ممکن است اینکه دو سه موضوع اصلی رو شما باید مبنا قرار بدهید گفته می شود مثلا ارزش پول ملی ارزش پول ملی چه وقت ایجاد می شود وقتی که شما بتوانید تولید داشته باشید جهش تولید داشته باشید جهش تولید چه وقت است وقتی که جهش صادرات داشته باشید جهش صادرات چه وقت است وقتی که بتوانید تعاملات گسترده و سازنده با جهان داشته باشید معطل دو سه تا کشور نمانید این که فرمودن راجع به تبادل خارجی تاغن یکی از سوالات ما این است شما که بلدید خیلی خوب بفرمایید چرا صادرات ما به 28 کشور اتحادی اروپا نصف صادرات به افغانستانه؟ من ارزم اینه که در همه این زمین ها باید برنامه جدی داشت. حالا من اینجا وارد بحث میشم. ببینید ما اگر صحبت میکنیم از اینکه کشور نیاز دارد که به قولشون ایشون توزیع فقر نباشد، تولید ثروت باشد، یعنی شما باید برنامه جدی برای ارزاوری داشته باشید. این ارزاوری چگونه ممکنه؟ وقتی که شما به تمام دستگاه‌هایت مأموریت تعریف کنی که شما باید برای ارزاوری کشور این هدف رو محقق کنی یعنی فقط این نیست که اگر وزارت نفت گفت من نفت فروختم باشه اگه نبود بانک مرکزی بگه ندارد بقیه دستگاه هم تعطیل بشون بعدم بگوین آقا مثلا هر وقت فیتیف تصویب شد ما کار میکنیم نه وزارت کشاورزی شما وزارت صنعت شما وزارت آموزش شما وزارت خارجه شما همه اینها باید کار کنند برای اینکه شما بتوانید ارزاوری داشته باشید ما برای این کار تعریف کردیم که چگونه میتوان این رو انجام داد که همه دستگاه های شما بتوانند وظیفه داشته باشند ما فقط در چهار بخش ممکنه نمودار آقای جلیلی رو در چهار بخش معدن کشاورزی نفت و گاز و برق بررسی کردیم که میتوان در این اساس درآمد ارزی کشور رو جهش داد نه اینکه یه بهانه آورد گفت فیتیف نبود نتونست عمل کنم که این رو طبق برنامه شما میبینید که بر این اساس ما فکر میکنیم اگر ظرفیت های کشور بسیج بشود شما دو برابر درآمد نفتی کشور حتی در اون زمانی که تحریم نیست می توانید از بخش معدن کشاورزی نفت و گاز و برق درآمد داشته باشید نکته دوم این است که شما باید وقتی اگر این برنامه رو دارید باید و اشتغال یک امر مهم است امروز جوانان ما از شما میخواهند که این کار انجام بشود بتوانید برای دستگاه ها معمولیت تعریف کنید که اونها بر این اساس اشتغال باید معمولیت داشته باشند هر دستگاهی بخش کشاورزی، بخش صنعت، بخش معدن حتی در علوم انسانی که شما باید بتوانید شغل ایجاد کنید نه اینکه کارمند اضافه کنید یعنی بخش کشاورزی شما باید بتواند این کار را انجام بدهد ما این رو بررسی کردیم ببینید در بخش پتروپالایشگاه در بخش ترهای پتروشیمی نفت و گاز و سازی مصرف انرژی در یک عرصه چه میزان میتوان جهش در اشتغال ایجاد کرد در ایجاد در بخش کشاورزی در بخش شیلات در تولیدات زراعی باقی ارزم به حضور شما در بحث تولیدات دامی در هر کدوم اینا شما می توانید برنامه ای داشته باشید برای جهش که این اشتغال زایی نتیجه اون چه خواهد بود در هر سال من این رو نشون بدم چون بعضی دوستان بله. بیان میکنن که بله حالا این آقا نمی شود اتفاقا مناظره مال همینه من میدونم که این چهار دقیقه خیلی نه آقای میتونم به من جواب بدن من دعوت میکنم بعد از این تو شبکه با هم